سلام، مرزی فیروز هستم. به کانال معمار خوب خوش اومدید. امروز میخوام چند تا از ترفندهای کاربردی در آرشیکد یا در واقع تنظیماتی که خیلی به کارتون میاد در آرشیکد رو آموزش بدم. اولیش تنظیمات اتوماتیک سیو هستش. بعضی وقت فراموش میکنیم که در حین کار کردن در آرشیکد سیو بگیریم از کارمون و گاهی اوقات هم پیش میاد که ممکنه سیستممون هنگ کنه، بسته بشه فایلمون یا اینکه برق بره و نرم افزار بسته بشه. آرشیکد به صورت پیش فرض خودش یه اتوماتیک سیو داره، ولی حالا اینکه بخواید این مراحل اتوماتیک سیو و اینکه زمان بندیش به چه صورت باشه، بر اساس چه تایمی آرشیکد سیو بگیره از کارتون، میتونید تنظیماتشو از منوی آپشن روش کلیک کنید، روی Work Environment کلیک کنید، سپس رو گزینه Data Safety کلیک کنید. این پنجره یا این صفحه برای شما باز میشه. در این قسمت شما میتونید یه سری گزینه ها رو میتونید اینجا تغییر بدید. قسمت سیوینگش بر اساس Ultra Safe هست، یعنی بهترین گزینه قرار گرفته. Ultra Safe سیواش بر اساس استپ یا گام های شما در نرم افزار، یعنی هر مرحله ای رو انجام بدید بر اساس اون کاری که انجام گرفته یه سیو از کارتون میگیره. دومین گزینش سیو بر اساس هر 5 دقیقه یک بار هستش که اینم گزینه خوبیه. سومی بر اساس هر 20 دقیقه سیف هستش، یعنی اگر رو این کلیک کنید هر 20 دقیقه یک بار، هر 5 دقیقه یک بار از کارتون سیف میگیره و حالت مینیمومش هر 20 دقیقه یک بار از کار سیف میگیره که همون گزینه خود اولترا سیف فکر میکنم از همه بهتر باشه. یعنی هر مرحله ای که به کارتون اضافه میکنید، مثلا یه دیوار ترسیم کردید، این خودش یه مرحله به حساب میاد. یه نکته ای من اینجا اضافه کنم که آرشیکد یا آرکیکد دقیقاً عین اتوکد از فایل ها بکاپ میگیره، یعنی این سیوایی هم که انجام میده یه بکاپ هم ازش میکنه. آدرسی که بکاپش رو ذخیره میکنه یا سیو میکنه اینجا برای شما داره تو قسمت لوکیشن نمایش میده. این الان غیر فعال هست، اگر روی چوز لوکیشن کلیک بکنید میتونید اینو عوض کنید. این مسیر سیو گرفتن رو میتونید عوضش کنید، رو براوز کلیک کنید و مسیر جدید رو براش تعریف کنید. حالا هر جای کامپیوتر دوست دارید میتونید سیو بگیرید، فولدر براش بسازید و در اون فولدر فایلتون رو سیو بگیره. یه گزینه خوب دیگه ای که اینجا داره این هستش که میتونید مراحل آندو گرفتن یا کنترل زد یا اینکه برگشت به حالت قبلی کارتون رو تعدادش رو زیاد کنید. مثلا شما یک ترسیمی انجام میدید، بعد پشیمون میشید و میخواید برگردید حالت قبل از اون ترسیماتی که انجام دادید، یا ارتفاع طبقاتتون رو تغییر دادید، بعد از این انجام این کار پشیمون شدید، میخواید برگرده تنظیمات اولیه. آرشیکد به صورت پیش‌فرض خودش 20 تا مرحله عقب برمیگرده، یعنی هر بار که کنترل زد میگیرید از کارتون یا گزینه آندو رو میزنید از منوی ادیت، این 20 مرحله میتونه عقب بره. میتونید تعداد مراحلی که آندو میگیرید رو بیشتر کنید. مثلا اینجا من میذارم روی 50 تا 50 مرحله آندو بگیر از کار و شما بعد از 50 بار کنترل زد زدن یا آندو گرفتن دیگه مرحله عقب تری نمیتونه بره فایلتون و توی اون مرحله دیگه استاپ میکنه. گزینه خوب دیگه ای هم که اینجا هست و میتونید ازش استفاده کنید شورتکات هستش. میتونید برای ابزارهای آرشیکد شورتکات بسازید. اونایی که عادت دارن که به جایی که از موس استفاده کنن و کلیک کنن روی ابزارها با کیبورد کار کنن و به جای مثلا کلیک کردن رو ابزار دیوار شورتکاتی برای دیوار بسازن با کیبورد، میتونن از این گزینه استفاده کنن. روی کیبورد شورتکات کلیک میکنم، اینجا همه اون ابزارهایی که دارین رو نشون میده. خودتونم میتونید لینکاشو باز کنید، داخلش ابزارهای جدیدتری ببینید. هر ابزاری هم که اینجا وجود نداره و شما پیداش نمی‌کنید، اینجا یه سری پوشه هست که داخل هر کدوم از این پوشه‌ها یه عالمه ابزار هستش که پیدا کردن ابزارها خیلی سخته از این طریق. میتونید اینجا کلیک کنید، اسم اون ابزارتون رو اینجا وارد کنید و برای شورتکات بسازید. برای مثال من اینجا میخوام برای ابزار پیکاپ یه شورتکات بسازم. پیکاپ رو تایپ میکنم این بالا، گزینه‌ای که مربوط به پیکاپ هست و اینجا پایین میتونید ببینید. همین قطره چکونه رو انتخابش میکنم. اینجا خودش نوشته که اگه Alt و C رو همزمان کلیدش رو نگه دارید شورتکات پیکاپ هستش. من میخوام عوضش کنم، اینجا کلیک میکنم تو این باکس این بالا و کلید C رو تایپ میکنم. وقتی روی کلید C کیبورد میزنم تو این باکس پایین، باکس سفید رنگ، نوشته که این کلید در حال حاضر برای شورتکات
ابزار دیگه ای استفاده میشه. اسم اون ابزارم نوشته. میتونید از این استفاده کنید، یعنی جابجا کنید، یا اینکه میتونیم از یک کلید دیگه استفاده کنیم و یه شورتکات دیگه ای تعریف کنیم. زد رو تایپ میکنم، باز زد یک شورتکات دیگه ای هستش. ایکس رو تایپ کنیم، شورتکات داره. وی رو که تایپ بکنم میگه هیچ چیزی براش تعریف نشده. پس میتونیم شورتکات پیکاپ و کلید وی تعریف بکنیم. میتونیم هم از کلیدهای ترکیبی استفاده کنیم. منظور از کلیدهای ترکیبی ترکیب از حروف یا اعداد به همراه کلیدهایی مثل شیفت، آلت و کنترل. مثلا کلید آلت رو نگه دارید، عدد 2 رو تایپ کنید. کلید آلت رو نگه دارم، با وی همزمان بزنم و اینجا تعریف میشه که آلت به علاوه وی میتونیم براش استفاده کنیم. ولی من نمیخوام از کلیدهای ترکیبی استفاده کنم برای برفرض پیکاپ که خیلی ازش استفاده میکنم. همون کلید وی رو تایپ میکنم و اینجا روی اساین کلیک میکنم. این قبلی رو از اینجا که انتخاب میکنه دیتچ میزنم براش که این یکی انتخاب بشه. الان وی بعد انتخاب بشه. پس به این صورت میتونیم یه شورتکات تعریف کنیم. اوکی رو میزنم، وی رو تایپ میکنم، موسم آیکون موسم تبدیل میشه به پیکاپ و اگه کلیک کنم پیکاپ مشخصات این دیوار رو کپی میکنه. الان میتونیم برای اینجکت هم یه شورتکات تعریف کنیم. مجددا روی منوی آپشن کلیک میکنم و بعد روی ورکینگ انوایرمنت کلیک میکنم و اینجا کیبورد شورتکات روش کلیک میکنم. همون پنجره باز میشه، اینجا خودش دیگه روی کیبورد شورتکات هست. این بالا تایپ میکنم اینجکت، چند تا از حروفش هم تایپ کنید تشخیص میده و براتون میاره. روی اینجکت پارامتر کلیک میکنم، اینجا کلیک میکنم و کلید N قبول نمیکنه، M باز قبول نمیکنه، A قبول نمیکنه، S. کلید S رو میتونیم براش اختصاص بدیم، میگه برای این هیچ چیزی در نظر گرفته نشه. S رو تایپ میکنم، اساین رو کلیک میکنم روش و اینجا Alt به علاوه J رو دیتکش میکنم، روش کلیک میکنم که S بمونه. روی OK کلیک میکنم و حالا اینجا کلید S رو میزنم و اینجکت میشه. به همین راحت میتونیم برای همه ابزارهایی که دوست داریم و پرکاربرد هستن شورتکات تولید کنیم. از قسمت دیزاین روی دیوار کلیک میکنم و دو تا دیوار ترسیم میکنم. به این صورت میخوام این دیوار برسه به این دیوار، امتداد پیدا کنه و برسه به این دیوار. کلید اسکیپ کیبورد رو میزنم یا روی ارو کلیک میکنم. این دیوار رو انتخابش میکنم. وقتی که این دیوار رو انتخاب میکنیم اینجا چند تا گزینه به ما نمایش میده. روی این گزینه ادجاست که شورتکاتش هم کلید کنترل به علاوه منها هستش کلیک میکنم و حالا این دیوار مقصدم رو تعیین میکنم، روش کلیک میکنم. این دیوار امتداد پیدا میکنه و به این دیوار میرسه. مجددا یه دیوار دیگه ترسیم میکنم به این صورت. میخوام این دیوار و این دیوار به هم برسن، امتدادم علاوه بر این پیدا کنن. ببین اگه این امتداد پیدا کنه میرسه اینجاها و این دیوار هنوز بهش نرسید. اگر اینا بخوام با ادجاست به هم دیگه برسن، این تا امتداد این دیوار میرسه و این دیوار به این دیوار نمیرسه. این فقط میرسه به امتداد، خط امتداد این دیوار. من اگر رو این کلیک بکنم انتخاب بشه، ادجاست کلیک میکنم، این دیوار رو انتخاب میکنم، میرسه ولی این دو تا دیوار رو به هم نمیرسونه. کنترل زد میگیرم یا اینجا از کلید آندو میتونید استفاده کنید. من میخوام این دو تا دیوار علاوه بر اینکه امتدادشون به هم دیگه میرسه، خودشون هم در یک نقطه به هم متصل بشن یا اینکه در امتداد اتصالشون به هم دیگه تشکیل یک منحنی یا کرو رو بدن. به عبارتی همون عملکرد فیلت رو در اتوکد داشته باشیم. این دیوار رو که انتخاب کردم شیفت رو نگه میدارم، روی این دیوارم کلیک میکنم. از این بالا اینترسکت رو انتخاب میکنم. وقتی اینترسکت روش کلیک میکنید این دوتا رو به هم میرسونه و با همون زاویه‌ای که بودن این دوتا رو به هم میرسونه. اما اگر بخوام این دوتا به هم برسن در این حال این گوشه تبدیل بشه به یک گوشه کرو یا همینطوری که هستن الان هستن این انتهای اتصالشون منحنی بشه. روی فیلت از اینجا کلیک میکنم، یه باکس کوچیکی اینجا باز میشه. هم چمفر داره هم فیلت داره. چمفر پخ میزنه، فیلت شعاع بهش میدید و این انتها رو منحنی میکنه. به جای 50 مثلا 100 وارد کنیم، شعاعش 1 متر باشه. اوکی رو میزنم، این دوتا رو به هم میرسونه. چرا اینجا شکم بد شد؟ به خاطر اینکه رفرنس لاین این یکی خارجیه، این دیوار داخلیه.
اسکیپ رو میزنم، مجدد این دیوار رو انتخابش میکنم، رفرنس لاینش رو معکوس میکنم از اینجا. روی فیلیپ رفرنس لاین کلیک میکنم. اینم میتونیم دیلیتش کنیم، انتخابش کنیم با ارو و دیلیت رو بزنیم. دوباره این دو تا دیوار رو انتخابشون بکنیم و اینجا روی فیلت کلیک کنیم، باز که دوباره این پنجره باز میشه. اینجا 100 و میتونید همون 100 باشه، میتونید عدش رو تقریبا اوکی رو میزنم. حالا اگه نگاه کنید خیلی قشنگ یه کروی انتهای دیوار به ما میده و این کرو خودش یه دیوار مجزا هست، بخش از این دیوارها نیست. این دوتا دیوار دوباره میتونیم انتخابش کنیم. روی این دیوار کلیک میکنم، شیفت نگه دارم، روی این دیوارم کلیک میکنم، این بار روی فیلت مجدد کلیک میکنم، روی چنفر این بار کلیک میکنم، به جای اینکه فیلت فعال باشه چنفر همون 100 باشه و فعلا اوکی رو میزنم. ببینید یک چنفر ترسیم میکنه که در واقع شعاعش همون شعاع 100 هستش، یعنی این فاصله تا مرکز محل تقاطع این دوتا دیوارا 100 هستش. میتونیم هم پاکش کنیم، با دیلیت پاکش میکنم. خب ما اگه بخوایم یه دیواری رو جابجاش کنیم با یه فاصله مشخص، اگه من میخوام این دیوار رو بیارم انتهای این دیوار قرار بدم، کلیک میکنم رو این سمت دیوار. اگه رو این سمت دیوار کلیک کنید این پت واکس باز میشه، استرچ اول فعاله و بعضی وقت ممکن اشتباه کنید رو استرچ کلیک کنید، حتما روی درگ کلیک کنید. رو درگ کلیک کنید میتونید نقطهشو بیارید دقیقاً رو نقطه این دیوار قرار بدید و به هم برسن. حالا اگه بخوای اینجا کاملا این دو تا از این حالت خارج بشن، هر دوشون رو انتخاب کنید و اینترسکت رو بزنید. ببینید اون حالت لبه تیز هر دو تا دیوار رو از بین میبره و اینا رو در یه نقطه صفری به هم میرسونه. این دیوار هم بخوایم به این دیوار برسه، انتخابش میکنیم، ادجاست رو کلیک میکنیم روش و کلیک کنیم رو این دیوار. ببینید من اگه رو خط اول دیوار کلیک کنم، این تا اینجای دیوار میاد، تا خط اول میاد، و اگر ادجاست رو بزنم رو خط دومی دیوار کلیک کنم، اینو میرسونه تا این انتها. اگر دیواری که ترسیم کردید نمیدونید طول پاره خط دیوار چقدر هستش، میتونید اینجا از ابزار میجر که مخففش هم کلید M هست استفاده کنید که معنی خط کشه. کلیک میکنید این روی این خط کش، انتهای دیوار کلیک میکنید و بعد موس رو میارید تا مثلا محل تقاطعش با این دیوار کر. کلیک نباید بکنید، شما فقط موس رو حرکت میدید تا نقطه مورد نظرتون. مثلا میخوای ببینید تا این دیوار چقدر هستش، وقتی میارید تا این دیوار، شیفت اگه نگه دارید، کلید شیفت رو نگه دارید، این گوشه موس رو بیارید این گوشه، این لبه این یکی دیوار محل تقاطع، دیستنس رو به شما نمایش میده. مثلا این دیوار طولش 448 سانتی متر هست، یا مثلا فاصله این نقطه تا این نقطه رو بخواید به دست بیارید، فقط موس رو میارید تا این انتها، فاصله رو داره به شما میگه، دیستنس رو، انگلم میگه یعنی زاویه رو میگه، فاصله افقی x کوردینیت رو میگه، مثلا 939 هستش و وای یا ایگرگ کوردینیتش در جهت عمودی فاصله 472 هستش و یک جهت منفی هم بهش داده، یعنی این پایین تر قرار گرفته نسبت به این نقطه. و اگر بیاین با این خطکش اینجا کلیک بکنید، ببینید میتونه یه جورایی مساحت هم مثلا به شما بگه. ببینید اینجا که کلیک میکنید این انتها، باز موس رو بیارید قرارش بدید که یه محیط بسته به شما بده، الان مثلا یک مثلث بسته هستش. کلیک نمی کنیم انت آخرین نقطه رو. اینجا اریار هم داره نشون میده، میگه 39.07. اسکیپ رو میزنم تا از دستور میجر خارج بشم. فرض کنید ما این دیوار رو ترسیم کردیم و میخوایم این دیوار به سه قسمت مساوی تقسیم بشه. آرشیکادم یه جور اسنپ های مخصوص به خودش داره که این اسنپ ها به شما کمک میکنن مثلا وسط دیوار رو پیدا کنید. من اگه موسمو ببرم وسط این دیوار، نقطه ابتدای دیوار پررنگ میشه، انتهای دیوارم همینطور، روی خط رفرنس لاینش هم هست و وسط دیوارم یه خط عمودی قرار میده که شما متوجه بشین اینجا وسط دیوار هستش. حالا اگه بخوایم این دیوار به سه قسمت تقسیم بشه، از اینجا ما میتونیم یه سری گزینه ها براش فعال کنیم. روی اسنپ دیوار کلیک میکنم، این فلش کنار اسنپ، حالت اسنپ پوینت فعال هستش و روی هاف هست یعنی وسط. اگه بخوایم دیویژن بهش بدیم یا تقسیم بکنیمش، روی دیویژن کلیک میکنم
و دیویژنش روی 3 بود، تنظیماتش روی 3 بود، 3 قسمت بود. دو تا نقطه روی دیوار به من میده که دیوار به 3 قسمت تقسیم کرده. محسوبه بریم روی خط دیوار، این 3 تا خط رو روش میبینیم. روی دیوارهای دیگه هم همینطوره. یعنی این دیوارم بریم 3 تا خط میذاره روی رفرنس لاینش که در واقع به 3 قسمت تقسیمش کرده. الان اگه بخوام این دیوار رو انتقالش بدم روی 1/3 این دیوار، محسوب میبرم روش، خطی که اومد روش کلیک میکنم. میتونیم اینم ببریم رو اون 1/3 دیوار. موسو میبرم رو درک کلیک میکنم، اول میارمش اینجا، بعد میبرم اینجا. ببینید 1/3 که تشخیص میده یه خط میندازه رو خط ببریدش. الان 1/3 این دیوار، الان دقیقا این دوتا دیوار روی 1/3 های دیوار قرار گرفته، نقطه های انتهاش. مجددا روی اسنپ کلیک میکنم و اینجا میتونیم set snap point value رو بهش بدیم، ارزش های تقسیم بندیش رو یا عدد های تقسیم بندیش رو بهش بدیم. روش کلیک میکنم، میگه division رو 3 تا میتونیم 5 بدیم، 5 قسمت تقسیم بکنه. پرسنتش چقدر باشه؟ میتونید درصد تقسیم هم بهش بدید. مثلا بگیم به جای مثلا 20% 20% تقسیم هم میتونه بکنه. به جای 20% مثلا بذاریم 15%. و دیستنس هم به جایی که مثلا 1 متر تقسیم بشه، دیستنسش 50 بهش بدیم. اوکی رو میزنم و اگر هر کدوم از این گزینه ها رو فعال کنیم اون بخش فعال میشه. الان رو حالت دیویژن هستیم. دیویژن 5 تایی بود. موسوب بر روی رفرنس لاین دیوار تشخیص که میده یه خط کوچولو روی دیوار میندازه و این دیوار تقسیم کنه به 5 قسمت. به راحتی میتونید از این ابزار استفاده کنید. مثلا من میخوام دیوار تقسیمش هم بکنم، روی تول باکس قسمت داکیومنت رو انتخاب میکنم، لاین کلیک میکنم، میتونم یه دونه خط اینجا ترسیم کنم، دوباره روی دیوار میرم، روی این یکی دیویژن یه خط ترسیم میکنم، دوباره روی دیوار یه دیویژن اینجا، خط عمود و اینجا دوباره یه خط ترسیم کنم. به راحتی تقسیم شد به 5 قسمت مساوی. دوباره روی اسنپ کلیک میکنم این فلش کنارش و به جای که رو دیویژن باشه رو پرسنت میذارم. میاد 15% دیوار رو تقسیم میکنه و شما نشون میده. میتونید علامت گذاری کنید با خط، یه خط عمود براش بکشید. این فقط یه 15% بهتون نشون میده. دیگه 15% تقسیم نمیکنه. و اگه روی گزینه دیستنس قرار بدید از اینجا ببینید 50 تا 50 تا دیوار رو تقسیم میکنه و اضافه هم میاره. ببینید چون طول این دیوار عددش ضریبی از عدد 50 نیست، بنابراین ابتدا یا انتهای دیوار یه مقدار اضافه میاره. پس بر حسب کار یا استفاده‌ای که دارید میتونید تنظیم کنید که کدوم گزینه فعال بشه. به صورت پیش‌فرض ما همیشه رو همون هاف میذاریم یا وسط دیوار. دیگه وقتی الان کلیک کنید رو این دیوارا به راحتی موسوبرین رو سمت دیوارا به راحتی شما میتونید تشخیص بدید وسط دیوار کجا هستش. تمام این خطای کمکی هم که بر شما میاد اینجا هست. اگه اسنپ گایدزتون روشن نباشه دیگه اون خطای آبی راهنما بر شما فعال نیست. بهتره که همیشه این گزینه روشن باشه که خطای راهنما بر شما بیاد. یه سری ابزارهای کاربردی ما داریم توی آرشیکد که خیلی شبیه اتوکد هستش. از قسمت ادیت روی ریشیپ که کلیک بکنید یه گزینه داریم به اسم اسپلیت، تریم داریم و استرچ. اگر من بخوام امتداد این دیوار از قسمت تقاطع این دیوار پاک بشه باید تریم بشه. اگه من اینو انتخاب کنم دیلیتو بزنم کلش پاک میشه. کنترل زد میزنم برگرده. و اگه بخوام قسمت وسط این دوتا دیوار پاک بشه به راحتی میتونیم با دستور تریم این کار رو انجام بدیم. دستور تریم شورتکاتش این هست، کلید کنترل رو نگه دارید، یه قیچی بر شما میاد کنار موستون، کلیک میکنید این وسط برای پاک کردنش. چرا کل دیوار رو پاک کرد؟ من کنترل زد رو بزنم. دلیلش این هست که این دوتا دیوار به خط رفرنس لاین این دیوار نرسیدن، پس باید این دوتا برسن به این انت. من جفت دیوارا رو انتخاب کنم، اولی رو انتخاب کنم، شیفت نگه میدم، دومی رو انتخاب میکنم، روی ادجاست از اینجا کلیک میکنم و خط دوم دیوار روش کلیک میکنم. اینا که به هم میرسه حالا کلید کنترل رو نگه میدارم، قیچیه که اومد کلیک میکنم این وسط، این وسط فاصله بین دوتا دیوار رو پاک کرد. از براحتی میتونید از دستور تریم استفاده کنید. اینجا اگه میبینید تو قسمت ریشیپ تمام گزینه‌ها خاموش هستن، دلیلش این هست که ما هیچ موضوعی رو روی صفحه انتخاب نکردیم. اگه من این دوتا دیوار رو انتخاب بکنم با درک کردن روی ادیت که کلیک بکنم، ریشیپ رو که بزنم، اینجا اینترسکت رو داریم که این بالا هم شورتکاتش رو داشتیم، فیلتر هستش، ریسایز هست، استرچ هست،
تریم هم داریم، آفست هم داریم. رو آفست که کلیک بکنید روی این خط، ببینید از این یه آفست موازی از هر دو جهت میگیره و اگر به سمت بالا حرکتش بدین میتونید دیستنس رو وارد کنید. صد و من تایپ میکنم اینترمزم. ببینید خود اینو جابجا کرد و یه جور آفست هم ازش گرفت. اگه من کنترل زد رو بزنم این برمیگرده سر جاش. دوباره از قسمت ادیت، منوی ادیت، ریشیپ کلیک میکنم و اینجا روی آفست کلیک میکنم. شما میتونید برای آفست یه شورتکات اصلا بسازید، با کلیت های کیبورد بسازید که دیگه نیاز نباشه از منوی ادیت استفاده کنید. کلیک میکنم اینجا، این بار کنترل رو یه بار میزنم و همون عدد 100 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم. قبلی رو نگه داشت، ازش هم یه کپی موازی گرفت از هر دوشون. مجددا دو تا دیوار رو انتخاب میکنم با ارو، ادیت کلیک میکنم، روی ریشیپ کلیک میکنم و اینجا روی ریسایز کلیک میکنم. ریسایز شاید توی دیوار خیلی معنی نداشته باشه، ولی ریسایز در واقع همون کار اسکیل یا مقیاس در اتوکد رو انجام میده که مثلا ما میمدیم بلاکامونو بزرگتر یا کوچیکتر میکردیم. روی دیفاین کلیک میکنم، تیکش برداشته بشه و اینجا درصدش رو مثلا 200 وارد میکنم. اوکی رو میزنم، کلیک میکنم اینجا روی نقطه، ببینید دو برابرش کرد، 200% کرد. یعنی هم این دو برابر شدن هم در طول دیوار هستش، هم در ضخامت دیوار به غیر از ارتفاع دیوار. پس ریسایز روی ارتفاع دیوار تأثیری نداره. حالت سبودی هم میتونید اینو ببینید. روی گراند فلور کلیک میکنم، دوباره این دوتا دیوار رو انتخاب میکنم. اینجا شورتکات ریسایز هستش، روی ریسایز کلیک میکنم و اینجا به جای 200% به جای که اینجا 200% وارد کنم اینجا 50 اینجا رو 100 وارد میکنم. کلیک میکنم، اوکی رو میزنم و دوباره روی اینجا کلیک میکنم. ببینید عدد برابر اینو کوچیک و باریکش کرد. کنترل زد رو میزنم چون خیلی مقیاسش کوچیک شد. روی ریسایز کلیک میکنم از اینجا، این که انتخاب هست و اینو رو 100 قرار میدم. اینو تایپ کنم 100 بشه. اینجا 1، اینجا هم 1. ما میتونیم این دوتا عددا رو متفاوت بدیم، یعنی اینو 2 تایپ کنیم، کلیک یک کلیک اینجا بکنید، اینو که 2 تایپ کنید، این میشه 200%، این میشه نیم، این میشه 2، این میشه نیم. اینو همون 1 تایپ بکنم، به هم وابسته هستن عددها. اینو اینجا 50 میذارم، در واقع میشه نیم. 50 که بذارید این میشه نیم، این میشه 2. اوکی رو میزنم، کلیک کنم رو این نقطه، برمیگرده سر جای قبلیش، یعنی اندازه قبلی و حتی ضخامت و حتی فاصلش هم همون عدد میشه. اسکیپ رو میزنم. پس اینم از دستور ریسایز. ما از دستور ریسایز برای دیوار اصلا استفاده نمی‌کنیم، بیشتر برای مبلمان استفاده میکنیم. ممکنه مثلا مبلمانی که میاریم یه ذره ابعادش رو بخوایم تغییر بدیم، با ریسایز این کار رو انجام میدیم. همطور که میدونید آرشیکد یه سری خطوط راهنما داره. این خطوط راهنما یا مثلا روی زاویه 90 درجه هستن یا به صورت افقی حرکتشون بدید، زاویه 0 و 180 درجه و 270 درجه که این خطای راهنما به صورت خطی میتونید ببینید. علاوه بر این روی زاویه 45 درجه هم به صورت بای دیفالت موس رو اگه حرکت بدین این زاویه رو تشخیص میده و نیازی به وارد کردن زاویه برای حرکت توی حالت 45 درجه ما نداریم. یا اگه مثلا من میخوام این دیوار رو بچرخونمش، این روی نقطه کلیک میکنم، پتباکس که باز میشه روی روتیت میزنم، کلیک میکنم اینجا، کلیک میکنم این انتهاش. حالا اگه نگاه کنید خطوط راهنماش روی حرکت بدم تا 45 درجه برسه، خط راهنمای 45 درجه به صورت خطچین آبی میاد و این زاویه ها رو تشخیص میده. میتونید زاویه ها رو به جای اینکه مثلا 45 درجه تشخیص بده رو 30 درجه، 15 درجه، حتی 10 درجه تنظیم کنید که زوایای بیشتری رو بتونه تشخیص بده. در واقع این همون کار اوتراک در اتوکد رو انجام میده. برای اینکه این زاویه هایی که تشخیص میده ارتداش رو بیشتر کنیم، مثلا روی 10 درجه یا 15 درجه خط راهنما رو بر ما روشن کنه، میتونیم از قسمت option
آپشن از منوی آپشن روی ورک انوایرومنت کلیک کنید و از اینجا اینپوت کانستریند اند گاید رو روش کلیک کنید و اینجا که تیک هوریزونتال حتما داشته باشه، یعنی هوریزونتال و اند ورتیکال، یعنی خط عمودی افقی رو بتونه تشخیص بده. پارالل تو گرید در واقع خطوط موازی رو تشخیص میده و این گزینه‌ام زوایایی که همگرا هستن و تشخیص میده، یعنی در واقع به هم میرسن. این هم زاویه 45 درجه ایه که میتونه تشخیص بده و رو این زاویه خط راهنما بر شما میدازه. میتونیم عددش رو 15 در نظر بگیم. 15 رو من تایپ میکنم، از اینجا اوکی رو میزنم و حالا کلیک میکنم روی این دیوار. این بار باز روتیت رو فعال میکنم، کلیک میکنم روی نقطه ابتداش و سپس انتهاش. حالا ببینید 15 درجه خط راهنما بر ما میاره. رو سی، سی هم ضریبی از 15 هست، 45 ضریبی از 15 هست، 60 باز ضریبی از 15 هست، 75 ضریبی از 15 هست و به همین ترتیب تعداد زاویه هایی که تشخیص میده افزایش پیدا میکنه. خب اینم یک کمکی هست برای ترسیمای شما. اسکیپ رو میزنم. برفرض من اگه بخوام دیوار رو 30 درجه بچرخونمش، به راحتی خودش 30 درجه رو تشخیص میده، من فقط کلیک میکنم، دیگه عدد زاویه رو وارد نمیکنم. یا مثلا اگه 15 درجه بخوام بچرخونمش، دیگه اینجا کلیک میکنم، این دیوار خودش 15 درجه میچرخه. مجدد انتخابش میکنم، این نقطه رو انتخاب میکنم، این نقطه رو انتخاب میکنم، چون رو هم دستور روتیت هست دیگه نیازی نیست به کلیک کنم. اگه کنترل رو یک بار بزنم دیگه میتونم یک کپی هم ازش بگیرم. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر اولین بار هم هست که ویدیویی از این کانال میبینید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید. به محض اینکه من ویدیوی جدید آپلود کنم شما متوجه میشید. همچنین تشریف بیارید ویدیوی جدید رو ببینید. سپاس.